شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و دو گروه مدافع حقوق بشر در ایران با انتشار نامه‌ای مشترک به تداوم وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اعتراض کردند. در این نامه با ذکر موارد نقض حقوق زندانیان و خانواده‌هایشان اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی شناخته شده هم آمده است. زندانیانی که به گفته امضا کنندگان این نامه تنها بخشی از افرادی هستند که به خاطر ابراز نظر سیاسی خود به زندان افتادند. گزارشی از کوروش سعدی. نامه دیگر در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایران که صدای زندانیان اعتصابی رو که برای احقاق حق نامه مشترک شیرین عبادی، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. در این بیانیه مشترک آمده که شرایط زندانیان سیاسی در ایران روز به روز بدتر می شود و مقام های ایران زندانیان سیاسی را به گروگان گرفتند. شکنجه در زندان، عدم دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه، زندان در تبعید و در نهایت فشار بر خانواده زندانیان. بخش های دیگر از این نامه مشترک، گروگانگیری زندانیان سیاسی، زندانیانی که تنها به خاطر فعالیت فرزند و یا همسرشان به وزارت اطلاعات و یا دادگاه انقلاب احضار شدند و حتی به زندان هم رفتند. این فشار همواره رو خانواده زندانیان سیاسی بوده. به عنوان نمونه میشه اشاره کرد به دستگیری پدر بزرگ آرش صادقی. همچنین میتونیم اشاره کنیم خانواده نسرین ستوده، وکیل زندانی که احضار شد. حتی قبلا یک تو شاهد بازداشت آقای رضا خندان بودیم، یا گروگانگیری که اخیراً صورت گرفته آقای یاشار خامنه که پدر ایشون بازداشت شدن جهت اعتراف گیری از فرزندشون. این امر تازه نیست و مسبوق سابقه است و همواره سعی کردم فشار رو مضاعف کنم بر روی زندانی و خانواده هاشون. با وجود اینکه در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به مرخصی آمدند، همچنان تعدادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان پشت میله‌های زندانند. تعدادی از زندانی هستند که سالیان سال در زندان هستند و از حقوق اولیه زندانی هم محروم هستند. آقای سعید ماسوری از سال 79 تا الان در زندانه و از مرخصی محرومه. آقای حشمت تبرزدی، آقای ارژنگ داوودی که الان در اعتصاب غذاست و چند ساله که در زندانه، آقای مجید توکلی که الان حدود 21 ماه حتی از حق تلفن هم محروم هستش. در واقع دارن فشار میارن به این زندانیا که تسلیم خواسته بازجوها بشن. زندانیانی که هر از چندگاهی توجه مجامع بین المللی را به خود جلب میکنند، اما همچنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در رأس اخبار مربوط به ایران و مورد توجه بیشتری قرار دارد. فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر میگویند که با صدور چنین اطلاعیه‌هایی خواستار توجه بیشتر جامعه بین الملل به نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران هستند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.